هوشنگ سیحون که پدر معماری نوین ایران لقب گرفته 90 ساله شد. به همین مناسبت خانواده، دوستان و همکاران وی در لس آنجلس مراسمی برگزار کردند. با هم ببینیم. انجمن معماران و شهرسازان ایرانی در لس آنجلس با همکاری خانواده سیحون مراسمی در بزرگداشت و قدردانی از زحمات بیش از نیم قرن فعالیت‌های هنری و معماری مهندس هوشنگ سیحون، پدر معماری نوین ایران و همزمان با 90مین سال تولد ایشان در موزه هنرهای لس آنجلس برگزار کردند. مهندس سیحون درباره احساس خود از برگزاری این مراسم میگویند: احساس خیلی خوب دارم، به خصوص از این جهت که سالهای سال بود که من خیلی از دانشجوانم رو ندیده بودم، چون تعلق خاطر زیادی دارم به اونها و بعد هم کسان دیگری رو، و بعد هم در مقابل یک تشویق عمومی قرار گرفتم که خب این هر کسی باشه در تاثیر قرار میگیره. نام ایران و بناهای تاریخی آن مانند آرامگاه بزرگانی چون بوعلی سینا، خیام، کمال الملک، نادرشاه افشار و بسیاری از بناهای دیگر همیشه یادآور مرد بناهای یادگار ایران، مهندس هوشنگ سیحون است. ایشان در مورد عامل موفقیت خود در خلق این آثار میگویند: عامل موفقیت بنده فکر میکنم اولیش این است که عشق به ایرانه، برای اینکه ایران برای من خیلی خیلی عزیزه و برای من همه چیزه. این سرزمین مقدسی است که من واقعا عاشقانه دوستش دارم. دومم عشق به هنره، در هنرم هم خیلی عشق به کار رفته، یعنی عاشقانه من کارامو میکردم و اونچه هم که کردم نه برای خودم، نه برای خودنمایی یا هرچی، برای این بوده که واقعا ایران بزرگ رو در سرافرازیش سهمی داشته باشم. همین. باید بگویم هر کاری که کردم برای سرفرازی ایران عزیز کردم، نه خودنمایی. ایران سرزمین مقدس و معبود من است، با دلی پر از امید برای جوانان هنرمند ایرانی. در این مراسم که به صورت رایگان پذیرای علاقمندان بود، دوستان، آشنایان و شاگردان استاد سیحون که هر کدام به نوعی از افراد سرشناس در حرفه خود می باشند از سراسر دنیا حضور داشتند. آقای ایرج یمین اسفندیاری از اعضای بنیانگذاران معماران و شهرسازان ایرانی که از شاگردان مهندس سیحون و یکی از سخنرانان برنامه بودند، در مورد نقش ایشان میگویند: نقش آقای مهندس سیحون در زمینه هنر و به ویژه هنر معماری بسیار برجسته هستش. ایشون یکی از پرآوازه ترین معماران ایران هستند که در طول همونطور که عرض کردم بیش از نیم قرن در این زمینه فعال بودند، چه در زمینه فعالیت مستقیم معماری و خلق کارهای معمارانه و چه در زمینه آموزش، که ایشون بسیار مؤثر بودند. پیش از شروع برنامه مهندس سیحون کتابهای خود را برای علاقمندان امضا کردند. در طول برنامه تعدادی از شاگردان مهندس سیحون سخنانی درباره ایشان گفتند. فیلم‌هایی از زندگی و کارهای معماری و نقاشی ایشان به نمایش درآمد و هنرمندان بزرگی چون استاد منوچهر صادقی، سوسن دهیم، پژمان حدادی، کوروش تقوی و فراز سلطانی، نوجوان 13 ساله نوازنده ویولون، برنامه‌های موسیقی اجرا کردند. آقای حسین امانت، یکی دیگر از سخنرانان برنامه، طراح بنای نمادین شهر تهران، میدان شهیاد و از شاگردان استاد سیحون، در مورد نقش ایشان در معماری نوین ایران میگویند: آقای مهندس کسی بود که به زیبایی‌ها و اهمیت میراث فرهنگ معماری ایران توجه کرد و اولین نمونه کاری که ارائه داد یک نوع برداشت مدرن از یک کار قدیم معماری ایران بود و راهنمونی راهی شد به آرشیتکتای آینده ایران، که هر چقدر که معماری مدرن و این در حقیقت سبک اینترنسیونال یا بین المللی وارد سرزمین ایران بشه که خواهد شد، هیچ وقت هم این جواهر معماری ایران از بین نمیره، حتی اگر آخرین استیل‌های معماری به ایران بیاد. به این ترتیب ایشون چون اولین کسی بودن که این توجه رو کردن، شایان تقدیر هستن و باید ذکرشو کرد. واقعا همیشه اون کسی که رهنمون این کار شده سیحون. متشکرم.
آقای کامران خاورانی از شاگردان استاد سیحون و از نقاشان برجسته معاصر درباره ایشان میگویند نقش مهندس سیحون در معماری ایران که نقش خیلی خیلی بزرگه، برای اینکه ایشون با همیشه با عشق کار کرده و توانایی بی حدی که در دستشون بوده، با عشق بی حدی هم که در قلبشون بوده، برای ایران یه شاهکاری به وجود آورده که تا ابد خواهند موند. مهندس سیحون وضعیت کنونی معماری ایران را این گونه توصیف میکنند: اون تا اونجایی که دیدم و میبینم توی مجلات و این ور اومد، یه خورده این جوانای ما من فکر میکنم ایران عزیز رو فراموش کردن، یا اوضاع طوریست که نمیتونن درست ایران رو بشناسن و یه خورده بدون این که توجه بکنن به محیط زیست ایران، شرایط اقلیمی ایران، شرایط فرهنگی مردم ایران و خلقیات مردم، این حرفا رو مثل این در نظر نمیگیرن و رفتن به طرف کپی از کارهای اروپایی و فرنگی و امریکایی و این برمان، که اینا خیلی سخت میخوره به کشور ما. اینو نباید فراموش بکنیم که متاسفانه من میبینم یه خورده فراموشی هست و این حیف. در انتهای برنامه لوحه‌ها و مجسمه یادبودی از طرف مجلس سنای کالیفرنیا، شهرداری بورلی هیلز و انجمن معماران و شهرسازان ایرانی با آقای سیحون تقدیم شد. افتخار داریم این لوحه تهیه شده از طرف انجمن را به مهندس سیحون تقدیم کنیم، در سپاس از ایشان به خاطر نیم قرن خدمت به جامعه معماران و هنرمندان ایرانی.